بالاخره بعد از پیمودن چند هزار پله رسیدیم به قله. واقعا ارزش داره این همه پله رو به خاطرش بیای بالا. تازه هنوز ما به داخل قله هم نرسیدیم. زیبایی کنار فوق العاده است. رسیدیم به قلعه، حالا بریم بالا و داخلش. بهش فکر کنی که چطور بوده که اینجا رو ساختن. سلام، به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون خوش اومدین. در این ویدیو میخواییم با همدیگه قلعه رودخان رو ببینیم که یکی از مناطق دیدنی شهرستان فومن در استان سرسبز و خوشاب و هوای گیلان هست. و از شهرستان فومن که 20 کیلومتر به سمت جنوب غرب حرکت کنیم که کل این 20 کیلومتر همینطور جاده سرسبز و خوش آب و هوا هست و این رودخانه رو کنار جاده میبینید. میرسیم به ورودی قلعه رودخان. اما برای دیدن خود قلعه که بر فراز ارتفاعات جنگلی و در میان یک جنگل انبوهی جا گرفته، باید حدوداً 1600 پله رو به سمت بالا طی کنیم و بریم تا به خود قلعه برسیم. به خاطر همین این قلعه به قلعه 1000 پله هم مشهوره. اما به نظر من تعداد این پله ها از 1600 ها خیلی بیشتر بود. به خاطر همین آخر ویدیو وقتی که رسیدم اون بالا بعد از طی کردن این همه پله سخت، میگم که بعد از پیمودن چند هزار پله به قلعه رسیدیم. در ابتدای مسیر صعود به قلعه رودخان کمی جلوتر از پارکینگ این بازار رو میبینید که خیلی شبیه خونه های شرق آسیاست و شما رو یاد خونه های کره‌ای و چینی میندازه. و برای کسانی که در سفر به خوردن خوراکی های محلی علاقه دارند، بازارچه قلعه رودخان جایی خیلی خوبیه و همچنین در این بازار میتونید با پوشیدن لباس های رنگی و زیبای گیلانی لحظات شاد و شیرینتون رو برای همیشه در قاب عکس موندگار کنید. و این بازارچه تقریبا تا اواسط مسیر 1000 پله هم ادامه داره که از دیدن اون میتونید لذت ببرید. اون مسیر رو که از پله ها بالا رفتیم و به قلعه رسیدیم دقیقا از همینجا شروع میشه. مسیر فوق العاده زیباییه اما نسبتا سخته، پس حتما از کفش و لباس مناسب استفاده کنید و از چوب دستی هم برای بالا رفتن استفاده کنید که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. و اینکه حدودا 2 ساعت زمان نیاز هست تا از پله ها بالا برید و به قلعه برسید و حتما برنامه ریزی کنید که پر انرژی مسیر رو طی کنید. اگر برنامه‌تون برای تایم صبح هست، حتما صبحانه پر انرژی بخورین و بعد حرکت کنید. اگر هم که بعد از ظهر می‌خواید مسیر رو طی کنید، حتما نهار بخورین و شروع کنین برای رفتن به بالا. و تقریبا تا 2/3 مسیر غرفه‌هایی هستن که بتونید ازشون لوازم خوراکی تهیه کنید و تجدید قوا کنید. و اینکه بهتون پیشنهاد میکنم یک روز کامل رو برای دیدن قلعه رودخان اختصاص بدید تا بتونید همین که وقتی که به اون بالا رسیدین با صبر و حوصله بتونید قلعه رو تماشا کنید، همین که بتونید از بازارچه دیدن کنید و هم از طبیعت زیبای اون لذت ببرید.
خوش درد شده. ببین آقا، ببین مواظب باش. مسیر سخت، بیایید. وای، هنوز 1000 متر مونده تا رسیدم به قله و حدودا 500 تا پله. 1000 متر و 500 پله. من 600 متر به قلعه دیگه کلن پله ها تموم میشه مسیر به این شکله. خسته شدم ولی به نتیجه فکر میکنم. برسیم به قلعه خستگی اون در بره. مسیر خیلی طولانی و سختی رو اومدیم. بعد از پیمودن چند هزار پله رسیدیم به قلعه. مسیر بسیار سخت و خوشگل، بسیار زیبا، واقعا ارزش داره این همه پله رو به خاطرش بیای بالا. تازه هنوز ما به داخل قلعه هم نرسیدیم. این مسیر رو طی کنیم. زیبایی که داره فوق‌العاده است. به بالا جنگل زیبا مسیر سختی که آمدیم. خواهش میکنم رسیدیم به قلعه، حالا بریم بالا و داخلش. واقعا بهش فکر کنی گه چطور بوده که اینجا رو ساختن، مسیر اون زمان به چه شکل بوده.
قلعه رودخان قلعه‌ای که متعلق به دوره امپراتوری ساسانیه و در واقع کارشناسان ساخت قلعه رو در دوره ساسانیان و همزمان با حمله اعراب به ایران دانستن. این قلعه حدوداً 3 هکتار مساحت و 65 برج و بارو و دیواری به طول 1500 متر داره، اما الان خیلی از برج‌های اون مخروبه شده و متاسفانه تجدید بنا هم نشده. کاربردی هم که در اون زمانها داشته نظامی و دفاعی بوده و بدون شک یکی از مستحکمترین و غیر قابل نفوذترین قلعه های ایران باستان بوده و این قلعه در ارتفاع حدوداً 700 متری از سطح دریاست و رود زیبایی رو هم که در کنار اون دیدید که در جریان هست با همین نام رودخان یا نام محلی روخون. خیلی خوشگله، واقعا چه جایی اومدن قلعه ساختن، خیلی زیباست. اومده ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که از دیدن این قلعه و طبیعت زیبای اون لذت برده باشین. حتما نظرتون رو در مورد این مکان زیبا برامون کامنت کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدیمون کانالمون رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشین.